آقای دکتر اسماعیل نوریالا اگه به خاطرتون باشه توی دهه 40 بودیم و میخواستیم درباره نوآوری سخن بگیم. چند روز پیش گفتگو داشتم با آقای ناصر شاهین‌فر درباره پاتوق‌های روشنفکری در ایران، ببیشه در تهران. گویا در بقیه شهرستان‌ها هم پاتوق‌های روشنفکری زیادی وجود داشته. البته خود این دیدارهایی که دست می‌داده تقریبا هر روز و هر شبه خیلی کمک می‌کرده به تبادل فکر و اندیشه و بعد قوام پیدا کردن برخی نگاه‌های تجربی و بعد تجلی اون توی رسانه‌ها، در مطبوعات، در کتب و از این قبیل. یعنی این ارتباطات خیلی مهم بود. امروز این ارتباطات وجود نداره، ارتباطات ممنوعه، منع قانونی داره. ولی در گذشته روشنفکران ما، حتی روشنفکران مخالف حکومت، این امکان رو داشتن که تقریبا هر روز هم دیگه رو ببینن، هر روز با هم ملاقات داشته باشن، با هم سخن بگن، درباره آخرین کتابی که مثلا در فرانسه منتشر شده صحبت بکنن. بابا آقای دکتر نوریالا، درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، شنوندگان و بینندگان عزیز این برنامه و دوستمون آقای سپهر که کارگردانی میکنه. در سب آقای ناصر شاهین پس صحبت میکنم، زیگه خیلی شما بود و میدم که بعد شما با بقیه کجا میرفتید، پاتوقتون کجا بوده، جالب بود برام. و بعد باز متوجه شدم که خود این پاتوقها چقدر کمک میکرده به تکفین افکار نو، اندیشه های نو، تجربه با بدون ترس و وحشت رفتن به سراغ حتی تجربه کردن پاره‌ای به اصطلاح پاره گونه های ادبی و هنری که اغلب ما با برخی از جلوه هاش آشنا شدیم و واقعا هم خیلی مؤثر بود در ارزشمند کردن مقام فرهنگی و ادبی ما. بله، به هر حال در همه جای دنیا من فکر میکنم که یه مراکز و جاهای وجود داره که اهل ادب و فرهنگ و هنر دور هم جمع میشن، در اونجا با همدیگه مبادله تجربه میکنن و جریانات ادبی هنری را میفته در اونجا. خب ما هم استثنا نبودیم. به هر حال شاید بشه گفتش که این همون نو شدن یا مدرن شدن سنت قهوه خونه رفتنه، چون به هر حال در قهوه خانه ها بودش که از دیرباز مسئله عرض کنم که گسترش مسائل فرهنگی مطرح بود. حتی هم شاهنامه خونی که در قهوه خونه ها انجام می شد یا شعر حافظ می خوندن، سید نظامی می خوندن، تو اینا همه یا خانقاه بود یا مسجد بود یا قهوه خونه بود دیگه، که اون دوتا خب جنبه مذهبی داشت، اینه که نداشت. و خب رفته رفته از زمان از انقلاب مشروطه به بعد این قضیه راه افتادن کافه ها و پاتوق ها که جای قهوه خونه ها رو بگیرند نوز گرفتش، در دوران ما خیلی شکوفا شدش. اما همچنان اون قهوه خونه هم بود. من بسیاری از هنرمندان رو میدونستم که بیشتر تو قهوه خونه ها هم دیگر رو میبینند، و مثلا نصرت رحمانی رو شما هر وقت می‌خواستی پیداش کنی بعد می‌رفتی قهوه خونه، چون اون کمتر میامد توی کافه ها. کدام قهوه خونه میره؟ من اسم قهوه خونه یادم نیستش، ولی توی خیابون عرض کنم که پهلوی اون موقع نزدیکای پایین چهارراه مختاری یه قهوه خونه بود، اغلب اونجا میشد دیدش. البته من در ریویرا دیده بودمش. بله، همیشه بودش قوام سلطنه میومد از ریویرا. از وقتا حیرت انگیز بود که یهو چطور پیداش میکردن. من یادم یه دفعه توی سازمان فاکوپا بودم، اون رئیس سازمان فاکوپا گفتش که کار داشت با نصرت رحمانی، گفتش که بگید نصرت رحمانی بیاد. خب به منشیش گفت. بعد من با حیرت گفتم آقا شما چطوری میتونید نصرت رحمانی رو توی شهر پیدا کنی، معلوم نیست اصلا کجا خوابیده و افتاده. همین حرفا رو داشتم میزدم، منشی زنگ زد گفتش که آقای رحمانی اومد. معلوم شد همون توی پایین نادری داشته رد میشده صداش کرده بود. شاعر برجسته ای بود. البته خیلی شاعر خوب، فوق العاده، خیلی با احساس، خیلی با احساس.
من اصلا از همه جالبی بودش، زندگیش، رفتارش، حرف زدنش. میدونید این سنتی که از شاعران نوآور فرانسه به ایران رسید، مثلا آرتور رمبو که میگفتش که شاعر باید همه رنجها و زهرهای جامعه رو چشیده باشه، و اینکه شاعر جولی دست رو نمیدونم ولو از تو خیابونا و غیره، این خودش یه نهله ای رو در جمع شاعران ایران هم ایجاد کرده بود که نصرت سرآمد واقعا نصرت. من نمیدونستم این همه نسبت نزدیک داره با خانم گیسو شاکری. دیروز داشتم با هادی خورسندی صحبت میکردم در لندن با گیسو خانم شاکری، بعد اونجا متوجه شدم که دایی خانم گیسو شاکری بوده، آقا نصرت رحمانی. بله بله همینطوره. گیسو شاکری که از خوانندگان برجسته ماست و 26 سال سنتی رو اجرا میکنه و با صدای بسیار نیرومند و در این حال لطیف، بسیار لطیف. خب بریم سر بحث خود تا باحال که حرفمون بحث مقدمات بوده درباره نوآوری در دهه 40. بفرمایید. من ناگزیرم که یک کم دیگه هم این مقدمات رو کش بدم. بفرمایید. خامنه‌ای به خاطر اینکه من فکر میکنم که یک مسائلی در زمینه نوآوری هست که کمتر بهش توجه شده یا توجه میشه. یعنی که مثلا ما تاریخ نوآوری رو در مثلا شعر خودمون که نگاه میکنیم میبینیم که مثلا میگن که نمیدونم انقلاب مشروطه اینطوری شد و نیمایی پیدا شد و شاملوی پیدا شد و غیره. خود نوآوری کمتر مورد، یعنی به عنوان یک روند خاص کمتر مورد توجه قرار میگیره. بیشتر چهره های نوآور هستند که به عنوان جریان نوآوری مطرح میشه. اما من فکر میکنم که اگر که ما بتونیم به این برسیم که آیا در نوآوری، در روند نوآوری، حالا اهم از این که ما در مورد شعر صحبت میکنیم، هنر صحبت میکنیم یا هر چیز دیگری، به خصوص در زمینه تکنولوژی صحبت میکنیم، این روند آیا داره قانونمندی هست یا نه، و این قانونمندی رو اون وقت بتونیم پیاده کنیم روی یک جریان اتفاق افتاده تاریخی، مسئله برای من خیلی دلکش بوده. من خودم وقتی که این موضوع رو کشف کردم برای خودم بسیار جالب بود، مثل که یه عینک تازه رو به چشم زدم و به تاریخ نگاه کردم. قضیه اینه که نوآوری مثل یک هر روندی از نقطه آ آغاز میشه و مثلا به نقطه ب میرسه و به طور قراردادی میگیم اینجا مثلا ختم چنین روندی هست، و در این مسیر حرکت افقی داره یا منحنیه؟ نه، منظور من هستش که روند نوآوری رو اگر که بگیم که ما میخوایم از نقطه آ برسیم به نقطه ب، حالا این به صورت خط مستقیمه یا منحنیه، اون رو من زیاد روش قاعده باید منحنی باشه چون فراز و فرود هم داره دیگه. مسئله مناظریست که گال درسته در بین این دو نقطه وجود داره و اینها به تدریج طی میشه و در نتیجه یه نوع قانونمندی رو ایجاد میکنه. خب به چه دریافتی رسیدید؟ به چه نتیجه رسیدید؟ من فکرم اینه که نوآوری معمولا در هر زمینه ای از سه مرحله میگذره. در مرحله اول عرض کنم که محتوای اون چیزی که میخواد دستخوش روند نوآوری بشه تغییر میکنه، و این تغییر از درون، از این محتوا میرسه به شکل اون کار، ولی در اونجا هم متوقف نمیشه و برمیگرده به تعریف اون کار. یعنی این که ما مرحله ارز کنم که محتوا و شکل و تعریف رو داریم، و این آخری است که در واقع ضربه نهایی رو میزنه و اون اساره و گوهر نوآوری رو مطرح میکنه. مثلا خدمتتون عرض میکنم که قبل از ایجاد مثلا ماشین، خب ما وسیله نقلیه داشتیم دیگه. وسیله نقلیه رو یه چیزی میکشیده، اسبی، نمیدونم الاغی، حتی سگها در با اسکیموها و این حرفا این رو میکشیدن. اما وقتی که موفق شدند که ماشین رو ایجاد بکنند
و این ماشین رو وصل بکنن به عرض کنم که بقیه قضایا، یه موجود جدیدی، یه پدیده جدیدی پیدا شد که اسمشو گذاشتن اتوموبیل، که وقتی که به اجزای این جمله یا این عبارت توجه کنیم، اوتو یعنی اون که خودش کار میکنه و موبیل هم که، یا موبایل هم که یعنی متحرک و حرکت کننده و غیره، یعنی اون چیزی که خودش حرکت میکنه، که عرض کنم که فرهنگستان زبان فارسی هم در مقابلش لغت خودرو رو وضع کرد و اتومبیل یا ماشین که بهش میگفتیم یا هر چیز دیگری، اینها خودروهای بودن که میرفتن. اما شما میبینید که اگر که خود این خودرو هم از لحاظ اون انجین یا اون موتوری که داره مرتب دستخوش نوآوری میشه و هم در این حال این باعث میشه که خود شکل خودرو هم تغییر پیدا کنه، یعنی هر چقدر که موتور قدرتمندتر میشه برای اینکه این خودرو رو به سرعت بیشتری حرکت بده، فکر اینکه باید شکل خودرو هم طوری باشه که مقاومت هوا رو کم بکنه و باعث بشه که این اتومبیل با سرعت بیشتری حرکت بکنه وجود داره. اما یه مرحله هم میرسه که دیگه خودرو فقط این اتومبیل نیست، بلکه در تعریف خودرو ما میتونیم تجدید نظر بکنیم، یعنی مثلا قایق هم میشه، قایق موتوری هم میشه یک نوع خودرو، موتورسیکلت هم میشه یک نوع خودرو، هواپیما هم میشه یک نوع خودرو، یعنی یه مرتبه یک جهشی از لحاظ تعریف اون چیزی پدیده‌ای که مورد نظر هست به وجود میاد که اصلا زمانه رو تغییر میده. ما در مورد مثلا شعر اگر بخوام بگیریم، به هر حال ما حدود 1400 سال در یک تعریف معینی از شعر باقی مونده بودیم. میگفتیم که شعر کلام مخیل است که موزون است و مقفا است و عرض کنم که متساوی الابیات هست و در این حال ابیات اصلا مستقل هستند. 5 تا نشونی داشتیم برای این کار. و وقتی که با انقلاب مشروطه جریان نوآوری در شعر ما به راه افتاد، اول نوآوری متوجه محتوا شد، یعنی اینکه شاعرانی که در زمان انقلاب مشروطه کار میکردن و فکر میکردن که حالا این شعر رو بعد از خدمت دربارها بیارن بیرون و در خدمت مردم بگذارن و به جای مسائل عاشقانه و عرفانی و غیره مسائل سیاسی اجتماعی روز رو مطرح کنند، شعر فارسی رو از درون متحول کرده و این اولین مسئله بود. ولی این به همونجا متوقف نشد و یک سیر جدیدی رو ما پیدا کردیم در اینی که بیفتن به جون عرض کنم که شکل شعر، که خب اوجش رو ما در نیما یوشیج میبینیم که میآید 2-3 تا از این 5 تا پایه شعر رو منکر اهمیت یا ضرورتشون میشه. مثلا میگه که چرا باید ابیات شعر مساوی باشه؟ من مطابق دکلمسیون به قول خودش و اینکه بیان آنچه که دارم میگم چه اقتضایی رو کنه، من میتونم ابیات خودم رو کوتاه بلند بکنم. خب یهو یکی از پایه های شعر کلاسیک رو، شکل شعر کلاسیک رو میکشه. بعدش میاد میگه که کی گفته که باید ابیات همشون منظم با قافیه تموم بشن؟ قافیه یا باید یک کارکردی در شعر داشته باشه یا ضرورتی نداره ما از قافیه استفاده بکنیم. بنابراین فکر جایگاه سنتی قافیه رو به هم میریزه. مسئله سومی که نیما روش کار میکنه مسئله انکار اهمیت استقلال ابیاته، یعنی میگه که چرا باید ابیات در هر بیتی حرف شاعر تموم بشه، ربطی هم به بیت بعدی نداشته باشه، باید عرض کنم که قطعه شعری باید داره یک انسجام باشه، یک ساختمونی باشه،
یه در ورودی داشته باشه، یه در خروجی داشته باشه. این وسط کسی که مخاطب شعر قرار میگیره میاد توی شعر، بتونه یه گردش منطقی رو انجام بده و بره بیرون. و در نتیجه مسئله انسجام و یکپارچگی شعر رو مطرح میکنه که در گذشته جز در قصه های ما که به وزن و قافیه گفته میشدند، در خود مثلا غزل و قصیده که حوزه اصلی شاعری در زبان فارسی بوده سابقه نداشته. شما شعر حافظ رو که میخونید لزوما هر بیت شعر به بیت بعدی ربطی نداره، بلکه به لحاظ وحدت وزن، وحدت طول ابیات و حضور قافیه هست که این ابیات روی همدیگه چیده میشن میان پایین. شاید اگر تمام دیوان حافظ رو ما نگاه بکنیم 10 تا غزل پیدا بکنیم که از اول تا آخر راجع به یک چیز معینی داره صحبت میکنه و اون رو تعقیب میکنه. و این در این حال از لحاظ نقد ادبی هم ارزش شناخته نمیشد. البته مسعود فرزاد نظر دیگری داشت، میگفتش که به این علتی که این توالی ابیات به هم ریخته و باید جستجو کرد و این ابیات رو مثل نردبان مثل پایا در کنار هم قرار داد که بشه در واقع ابتدا و انتهای شعر شناسایی، که نظر فرزاد بود. البته خیلی ها این نظر رو نداشت، که شاملو هم همین نظر رو داشت، به همین دلیل هم یه دیوان حافظ روایت شاملو هم داریم. ولی من فکر میکنم که دلیلی بر این وجود نداره که یه عده بیان بعد از مرگ یک شاعری ابیاتش رو به هم بریزن، منطق ضعیفیه. تازه بعد از جستجوها بازم چیزی که پدید آمد به نظرم مطلوب نبود دیگه، یعنی نتیجه مطلوبی نداشت این کنکاش. من هم اعتقاد دارم. درسته. خب نظرتون راجع به حافظ شاملو چیه؟ همینجا بگید. من اصلا فکر میکنم که تحقیقات ادبی شاملو چندان جای ارزشمندی رو نداره در کار ما. حالا اون تحقیقاتش در مورد کتاب کوچه و ضرب المثل ها و زبان زد های کوچه و بازار، اون خب یه کاریه که جای خودش هست، ربطی به شعر نداره. ولی در زمینه شاعری ببینید، مثلا نیما یوشیج یک شاعری است که در عین حال تئوریسین شعره. نظریه پرداز. یا یدالله رویایی یک شاعری است که تئوریسین شعره و در مورد تئوری شعر هم کار میکنه. شاملو شاعر بزرگی بود، ولی در زمینه تئوری و نظریه پردازی در زمینه شعر کار چندان مهمی نکرد. حرفایی هم که میزد حرفایی نبودش که بتونه تأثیر اساسی روی کار شاعری داشته باشه. بسیار. پرداختنش به عرض کنم که حافظم به نظر من کار ارزشمندی نبود. یه مقدار سعی در این که همون پسمونده افکار مثلا توده‌ای رو بیاد میم از حافظم یه شاعر، حالا شاعر خلخا نه توده‌ای، شاعر خلخا بسازیم. این حرفا نمیدونم صلاح رو نمیدونم صلاح و صلاح بکنیم و بگیم واسه جنگ مسلحانه بکنه، از این حرفا. من زیاد مجذوب افکار شاملو در زمینه ادبیات نبودم، حتی آنچه رو که در مورد مثلا شاهنامه میگفت و مسائل مربوط به فردوسی و غیره، هیچ کدوم اونها دارای ارزش ادبی نیست. ممکنه ارزش جدلی داشته باشه، بتونه فکر بیافرینه، بتونه عرض کنم که واکنش ایجاد بکنه، دیگران رو به فکر میاندازه. ولی وقتی که بخوایم تأثیرش رو روی جریان ادبیات یک کشور نگاه بکنیم، شاملو جز در منطقه شعر خودش از لحاظ دیگه داره کار دهش مهمی به ادبیات ما نبوده. به نظر کار مطبوعاتیش چی؟ خب در به هر حال یکی از نوآوران کار مطبوعاتی بوده. عرض کنم که این جمله مشهور، حالا اسم طرفم از ذهنم رفت، در مورد این بودش که شاملو تخصصش اینه که نشریات تعطیل رو برقرار بکنه و نشریات برقرار رو تعطیل بکنه.
آدم بسیار باذوقی بود در صفحه بندی، در انتخاب مطالب و زنده کردن مطبوعات. به نظر من تو تاریخ مطبوعات جایگاه مهمی داره شاملو. هیچ وقت کار کردی شخصا تو کار مطبوعات؟ هیچ وقت با هم همکاری داشتی در کار مطبوعات؟ نه خیر. نداشت. بسیار. هیچ وقت پیش نیومد. حتی یک بارم که داشت پیش می آمد نشد، به این معنی که یک زمانی در سال 1345 آقای حسین سرفراز که شد سردبیر مجله خوشه، به وسیله ما با هم آشنا نبودیم، به وسیله با من تماس گرفت و از من دعوت کرد که من مسئول صفحات ادبی خوشه بشم و نشستیم با هم صحبت کردیم و من گفتم که من حاضرم یک 16 صفحه از مجله خوشه رو در وسط مجله به صورت یک مجله مستقل اداره بکنم. ایشون هم موافقت کرد. منم به احترام احمد شاملو اسمشو گذاشتم هوای تازه و یک سال تمام این صفحات رو میگردوندیم که بسیاری از کسان هم دیدم که این مجله وسط رو در می آوردن و سرهم کردن به صورت یک کتاب در آوردن. نه خودم البته دسترسی بهش ندارم. تا اینکه در پایان سال 45 یه روز که من رفتم به دفتر مجله خوشه که مطالب اون هفته رو بدم، دیدم که شاملو نشسته پشت میز حسین سرفراز. سلام کردم و گفتم من مطالب این هفته خوشه رو آوردم. شاملو گفتش که از امروز دیگه من سردبیر مجله خوشه شدم، حسین سرفراز رفته و من هم برای عرض کنم که مجله فکرهای دیگه ای دارم، حالا بعدا با هم صحبت میکنیم. و من هم اومدم بیرون از دفتر مجله و ایشون تمام مجله خوشه رو کرد به نام هوای تازه و زیر اون نام یکی شاید یک سال دو سالی هم شاید هم بیشتر سردبیر مجله خوشه بود، ولی هیچ وقت من و او با هم کار نکردیم در مجله خوشه. یعنی اون از من دعوت نکرد، منم این کار انجام ندادم تا اینکه فکر میکنم که اواخر دهه 40 بود که در تلویزیون ملی ایران یه دسته از شاعران کلاسیک مثل حمیدی شیرازی و غیره رفته بودن در اونجا یه برنامه رو اجرا کرده بودند، علیه نیمایوشی صحبت کرده بودند و خیلی سر صدا کرد این قضیه. مطالبی که گفته بودن که این اصلا فارسی نمیدونسته و نمیدونم چیزا و شعرش هم شعر سست و اینایی بوده. بعد تلویزیون دعوت کرد از شاملو که بره و پاسخ اون رو بده، اونها رو بده. این همزمان بود با وقتی که کانون نویسندگان به وجود آمده بود و در اون کانون خودش قصه دیگه ای داره که میشه جای دیگه هم توضیح داد، این تصمیم گرفته شده بود که اعضای کانون عرض کنم که با تلویزیون همکاری نکنن و در نتیجه وقتی که این مسئله شایع شد که شاملو قراره بره در تلویزیون و جواب اینها رو بده، من یک نامه خطاب به احمد شاملو نوشتم و توضیحاتی دادم. گفتم به نظر من این کار شما درست نیست، این به جای اینکه دفاعی از نیما باشه به نفع عرض کنم که دیگران تمام خواهد شد. شاملو این نامه رو که منتشر کرد در خوشه به همین دلیل خوشه رو توقیف کردند و شاملو هم از سردبیری خوشه افتادن. من روز اول و روز آخر شما باعث شر شدی، باعث تحصیل. پس نرف شاملو؟ نه نرف. بله عرض میکردم دور نشیم از بحثمون. حرف حرف میاره دیگه. بله بفرم. بله همینطور ما افقی حرکت کنیم. داشتم این رو میگفتم که نیما دو سه تا از این پایه های شکل شعر رو از بین برد، تساوی ابیات رو
عرض کنم که جایگاه قافیه رو، و عرض کنم مسئله یک پارچگی شعر یا استقلال ابیات رو، و در اواخر عمرش هم در نوشته های خودش راجع به این که شاید بتوان اشعار رو چند وزنی کرد هم صحبت کرده است. یعنی معتقد بودش که این که باید هر شعری یک وزن واحد یا یک بحر عروضی واحد رو اقتباس بکنه، معتقد بودش که اینم میشه درش تغییراتی داد، ولی کار عمده‌ای در این زمینه نکرد، بیشتر فکر بود. شاید بعداً ما این کار رو بتونیم تحولش رو در اشعار سهراب سپهری و فروغ فرخزاد ببینیم، که هیچ کدوم این دوتا شاعر در آثار خودشون به وحدت عروضی وزن شعر وفادار نموندن. چندین وزن مختلف رو گاه با همدیگه قاطی میکردن، از یه وزن خارج میشدن وارد وزن دیگه میشدن و غیره، ولی این خب در دهه 40 اتفاق افتاد و ادامه افکار نیما بود در مورد اینکه میشه شعر رو چند وزنی هم سرود، اما در این زمینه اقدامی نکرد. این یک اقدام در واقع ریشش برمیگرده به دوران رضا شاهی و کارهای دکتر تندر کیا، و بعد پس از اون هم میرسد به هوشنگ ایرانی و فریدون کار و غیره، که اینها منکر اصلا ضرورت وزن شعر شدن و گفتن که ما باید شعر سپید بگیم به اصطلاح. آقای جنوری علا یک دقیقه و نیم وقت داریم، بفهم. بله، به هر حال منظور من اینه که این یک پایه آخره، عرض کنم که شکل شعر رو هم شاملو بودش که تونه موفق شد کاری رو ارائه بده که همگان پذیرفتن که این شعر، در حالی که نه وزن داشت، نه قافیه داشت، نه وحدت ابیات این حرفا رو، و در نتیجه ما به کل از مرحله نوآوری در محتوا و رسیدیم به منزل نوآوری در شکل شعر، و اون رو هم شاملو نقطه پایان گذاشت و ما رسیدیم به لبه دهه 40 که در واقع صحبت این شدش که اساساً در تعریف شعر باید تجدید نظر کرد، که حالا اگر عمری بود در جلسات آینده خدمتون عرض خواهم کرد. زبان شاملو قوی بود، زبان فرانسه، چون خیلی آثار هست که او ترجمه کرده. من زبان فرانسه رو بلد نیستم، بنابراین نمیتونم قاضی خوبی باشم، ولی عیبی که بر شاملو میگیرن این نیستش که مثلا غلط ترجمه کرده، بلکه میگویند که همه چیز رو به زبان خودش ترجمه میکرد. یعنی شما شعر لنگستون هیوز هم که ترجمه میکرد، وقتی که میخوندید نمیفهمیدید که این شعر هیوزه یا شعر شاملوه، برای که همه چیز رو مطابق اون زبانی که برای خودش ساخته بود، خودش میگفت زبان فاخر، اونجوری در میآوردش. تا دیداری دیگر.